سلام دارم خدمت تمام شما هموطنهای خوب و نازنینم و فارسی زبانهای عزیز و محترم. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید در پناه خداوند یکتا بوده باشید. صبح زیبای شما بخیر. عزیزان دل، در خدمت شما هستم دوباره با یک داستانی از دختر افغان در کانادا. خواستم پیش از اینکه داستان رو براتون تعریف کنم یک تشکری خاصی از تمام شما بابت کامنت های زیبای شما بکنم. تشکری میکنم از تمام خواهرای عزیز و نازنین خودم و همچنان از عزیز دل خواهرای یک دانه و نازدانی ما که تقریبا 2.5 سال است با ما هستن و در یوتیوب دنبال کردن این چنل یا داستانهای خواهرایشان را و همچنین برادرای محترم در سراسر دنیا و خواهرای عزیز ما. تشکری میکنم نازنینا، امروز دوباره در خدمت شما هستم با داستان دیگری. داستان دختر افغان که امروز براتون با شما هستم و تعریف میکنم، دختری هست که خودش گفته که دختری هستم کوچی بودیم. در دوردست ها جنوب افغانستان زندگی کردم و در همونجا کلان شدم. فعلا در کانادا هستم. با فامیلم آمدیم در کانادا و زندگی میکنیم و ببینید گوش کنید که مشکل دختر چی هست و چه مشکلاتی را اینا پشت سر گذراندن و داشتن و که امروز اینا در کانادا هستن. خدا رو شکر که جای نگرانی نیست. وقتی در افغانستان نباشی هیچ مشکلی نیست برای یک دختر، که دختر هر قسمی که باشه، ولی در افغانستان باشه باید دخترها بترسن که نباید اینطوری شوه و نباید او رقمی شوه و نباید بویفرند داشته باشه. در وطن یگبا هست، خارج از وطن یگبا نیست. مردم ها آزادانه زندگی میکنن و هیچ کسی هم به کسی کار نداره، کسی هم گفته نمیداره برای کسی که چرا و چنین است و چنان. دختر افغان از کانادا، عزیزان دل، که بر من داستانش فرستاده که من در مشکل بند ماندیم. خالصارا امیدوار هستم که مرا کمک کنی و من ماندیم که چکار کنم. حدودی 7 سال هست ما در کانادا هستم. من 22 ساله دختر هستم. وقتی ما در افغانستان بودیم، پدر و مادر من مردم کشاورز بودن و پدرم کشاورزی میکرد و مادرم خانه‌داری. من یک دختر بسیار نافرمان و یک دختر بسیار بازیگوش بودم که همیشه من پشت مال و گاو و مثل کوچی ها ما در مال و گاو ما را تابستان می بردیم در یک جای، زمستان می آمدیم در قشلاق. اینی شاید اینا در قشلاق زندگی میکردن. کوچی کسایی را میگن که در دشتا میرن چادر میزنن یا خیمه میزنن. یا اینا هم قسمی بودن نمیفهم، اونایش هم من نمیفهم. ما زمستان میامدیم در قشلاق و تابستان میرفتیم در دشت و بیابان، جاهایی که علف بود و دیگه بود. ما یک خانگک داشتیم و زمین داشتیم، در اونجا میرفتیم به خاطر چراگاه و چرا بردن گاو گوسفند ما. و من می رفتم با بچه ها از 10 سالگی یا 8 سالگی بگویم، با بچه ها می رفتم در چراگاه گوسفند و گاو می بردم. من یک دختر بسیار نترس بودم، که یک دختری بودم که همه چیز من می خواستم که ببینم چه قسمی هست و چه قسمی نیست. از همون 7-8 سالگی یا 9 سالگی من سعی می کردم با بچه ها رابطه برقرار کنم. هر جای هر بچه ای را که می دیدم خوشم میامد که با او باشم. برادر کلانتر از خود نداشتم، من کلان بودم. دو بچه های کاکایم، بچه های مامایم بودن، ولی کسایی که میفهمیدن هوشیارتر بودن و کلانتر بودن سعی میکردن که این کار نکنن، ولی همسن و ساله خودم یا از خودم یک کمی کلانتر سعی میکرد که با من رابطه برقرار کنه. در حالی که ما خود بودیم نمیشد، ولی بازی میکردیم، یعنی بازی. تا اینکه کم کم من کلان شدم. 12 سالم شد که من و بچه کاکایم همیشه پیش از اون می کارا رو میکردیم. یک روز
و چه کاکای کلانتریم که از سر ازی کلان بود، او متوجه بود که من با برادرش کارا رو میکنم. که یک روز در سر همون چراگاه که ما مالا گوسفندا رو برده بودیم با گاو، همونجا بچه کاکایم در سر ما یعنی تجاوز گفتن نمیشه، خاله سارا ما خود ما او کار کردن و ای طوری مرا اذیت کرد که من اینقدر گریه کردم که هاسپال رفتم. دیگه از اون به بعد تا یک ماه تقریبا من نزدیک بچه ها نمی شدم. دفعه دیگه دوباره بچه مرا گیر کرد و این کار با من کرد و دیگه دمه عادت کرده بودم، تقریبا یک و نیم سال یا دو سال که از این قضیه دیگه کاکایم خبر شد و ولی بابایم خبر نشده بود با مادرم. کاکایم خبر شد و یک روز مرا خوب زد، جایی که بچهش را بزنه مرا زد که این کار نکنین، خوب نیست که زنا بفهمه یا مردا بفهمه، بسیار بد هستم. من منتظر بودم که خانه کاکایم بیایه بر من خواستگاری که مرا بر بچهشان بگیره، خوبی کارم لایم شده. ولی بچه کاکایم وقتی که کاکایم گفته بود دختر کاکایی تا برات میگیرم، گفته بود من او را نمیگیرم، تمام بچه ها از او استفاده کرده و با تمام بچه ها رابطه داشته. تمام بچه هایی که از قوم بوده ای باش کتش رابطه داشته، من ایره نمیگیرم. خب خلاصه مرا نگرفتن و بچه ماما نگرفت، بچه کاکا نگرفت. من در سن 16-17 سالگی یک دختر بسیار سربرا شدم و سربزیر شدم و یک دختر بسیار شکست خورده که از قوم و فامیل هیچ کسی بر من خواستگار نامد و هیچ کسی هم سراغ من را نمیگرفت. تمام بچه های فامیل سعی میکردن که خواهرش از من دور کنه و زنش از من دور کنه، یعنی همه میفهمیدن که من در خوردیم این کارا را کردم. خب خلاصا ما چند سال را در افغانستان بودیم و تا اینکه بالاخره تصمیم گرفت پدر مادر ما کابل آمدیم و از کابل ما آمدیم ویزا خریدیم و خب اسپانسر شدیم و آمدیم کانادا. فعلا من در کانادا هستم و بچه مامایم که از من خوردتر هست و خواستگار من آمده و خواستگار من میایه میره، از فامیل بسیار قدگیر هستن و از فامیل بسیار مادرش بسیار مذهبی و بسیار ملا. اینا از ما پیش آمده بودی، از اون ماما و از اون کاکایم نیستن که در افغانستان با ما بودن. اینا مامای مجرد بود و خیلی سالها پیش آمده بودن کانادا و زن ازیام از قومی ما نیست، در نیزم بیگانه هست و نمیفهمن که من دختر نیستم و مادرم اینا میکاره ایگه به برشان نمیگم. مادرم خبر ندارم، مادرم فقط از این وسط کاکایم خبر دارم، ولی مادرم خبر داشت که چرا بچه های فامیل با من عروسی نمیکنه و من چرا بعد میگه دختر خوب نیست. بار بار مادرم جنگ کرده با اونا که شما چرا دختر مریتو میگین. حالا که بچه مامایم آمده خواستگاری ما، تقریبا بچه مامایم از من یکی دو سال خورد است و شاید هم زیادتر خورد باشن، آمده مادرش برای من خواستگاری در حالی که بچه هم قد و هیکلش بسیار لاغر و خورد است و هم سنش از من خورده است، آمده خانه ما که دخترتان هم ما میخواییم در بچه ما بدیم. مادر و پدرم راضی هستن دوتایشان، چون میگه تو وقت تیر شده و تایم تیر شده باید تو آرسی کنی. من برای مادرم یکی دو بار گفتیم مادر جان بچه مامایم از من خورده است، میگه چی میشه؟ در تمام دنیا یعنی رسم شده که زنایی که مردا میگیرن 5 سال 10 سال تفاوت سنی 20 سال دارن خورد هستن از سرشویشان کدم، تو چرا خورد باشی که باشی بچه مامایت هستم. من از خورد بودنم نمیترسم، از این میترسم خاله سارا که بچه مامایم ببینم من دختر نباشم نامبدگی شوه و در کلگی بگوید که دختر نیست و نمیفهم چه کاره است و چه کاره نیست. من مدتی هست از مردا بیزار شدیم، از زمانی که من گفتم که هیچ کس سراغ مرا نگرفت. تقریبا وقت من 16 سالم بود یا 17 سالم، من یک رقم از مردا نفرت پیدا کرده بودم که اگر مردی طرف من میدید من در سرشان عمله میکردم. همو بچه کاکای من که در سر من تجاوز کرده بود بار بار من را گوشه میکرد، دیوان جایی میگفت من تو را در سر زنم میگیرم، ولی میخواست از من استفاده کنه و من با این مبارزه میکردم.
چند بار من ای را بیاب کردم و چند بارم خاک در سرش پاشیدم و کتکلوخ زدم و هر چیز که در گیرم می آمد. یعنی نفرت پیدا کرده بودم از بچه ها. فعلا من در کانادا هستم و فعلا ماندیم که من چی کنم. خالصارا نمی فهمم که آیا من بچه مامای من بگیرم یا نگیرم. اگر بچه مامای من بگیرم من مطمئن هستم اینا دوباره من را طلاق می ته و نامبدگی زیاد می شم. به خاطری که من خود من می فهمم که من دختر نیستم. ولی مادر و مینا از یک قضیه هیچ گپ نمی زنن که زن مامایم 20 بار آمده به شما قصه می کنه که در کانادا و امریکا یا اروپا دخترها هیچ دختر نیستن. دخترها کلشان یک بار دو بار با بچه ها بودن. ما می خواهیم که از دختر فامیل بگیریم که حداقل پاک دامن باشه و دختر باشم. خبر نداره که من دختر نیستم. من پشیمان هستم بسیار از کارهایی که کردیم خالصارا. در جوانی و در طفولیت شاید نمیفهمم. من نمیفهمم چرا من تا آغشته شده بودم. از 8 سالگی فکر میکنم که به خاطر مادر و پدرم با ما در یک اتاق خواب میکرد. من از او خاطرت شده که من از دور وقتا بیدار بودم. اینا را صدایشان را میشنیدم یا یکان کارها میکردن میفهمیدم. من قسمی شدم ولی خودم از خودم بیزار هستم. چند سالی هست که من با این درد مبارزه میکنم و خوشم نمیایه. بعضی وقتا با خود میگم من چرا این کار کردیم و چرا من یک شرمنده هستم پیش همه. خواستم یک کمک از شما بگیرم که من چه کار کنم. آیا با این بچه ماما اگر ما آرستی کنم آبروی من خو میره. اینا خو من رسوا میکنن. آیا اگر من از خانه برایم در پدر مادر در مادرم بگویم که قسمی است. مادرم یک زنی بسیار ساده است و زنی نیست که فهمیده باشه درک کنه و دیگه کنه مثل همو قشلاقی هایی که در افغانستان زندگی کرده و نامو تو قشلاقی هستن. پدرم مرد بسیار ساده است و پدرم بسیار مردی مهربان است. نمیفهم چه قسمی من اینا را ای گبه با مادرم در میان بارم. لطفاً مرا راهنمایی کو خالصارا. ما بیخی دمی شب و روز بیخی خواب از چشمم پریده. نمیفهم چیکار کنم و چیکار نکنم. کارم نمیکنم. من درس کمک خواندم دیگه ایلا کردم. بعد از اینکه خانه مامای مینا خواستگار آمدن رفتن و دیگه کردن من فکری هیچ چیز نیستم. فقط دمی فکر هستم که من اگر ایره را با ای ازدواج کنم چه قسم من ایره جواب از اینا رو بگویم. خوب عزیزان دل، خواهرای عزیز من و دختر خانمای محترم، یک چیز براتون بگویم. در افغانستان ما ایران خبر ندارم. در وطن ما اگه دختر نبود در ایران هم خبر دارم. اگه دختر افغان دختر نبود خود افغانا رو میگم بسیار یعنی کاری بد میشدم رایش خانوادهش و یک رسم و رسوماتی هستند در بعضی افغانا که آدم شاخ میکشن. بعد در وطن خود تمام مردای وطن تمام بسته اونم فکر و ذکرم و شوی دونم و دختر بودن یک زن هستم. اگر دختر نباشه اینا او را بیخی دیگه رسوا میکنم. من در چشم خود دیدیم در گوش خود شنیدیم دخترایی که دختر نبودن یا شو بردن پس در پشت دروازه بابش که یا پول ما را پس بدی تهدید کردن یا اونم اونجا رسوایی کردن. و من حتی دختر را میشناسم که به خاطر امی در شفاخانه برده شده بود. 4 تا دکتر دختر دیده بود که دختر نیست. چرا این دختر نبوده که آخرم دیده بود گفته بودی دختر هست بوده ولی بعضی دخترها هر دختر یک رقم نیست دیگر رقم است. در افغانستان بسیار کار غلط است بسیار امر غلط است. نمیفهمم ولی خیلی خیال استفاده میکنن میگه خوب اینه ای تو اونو تو. خب ما مردم افغانستان دیگه کدام رسم ما رسم خوب است؟ کدام چی میگیم امی که درباره زن هست یا دختر هست کدام میشه شما بر ما بگوین که یک چیز خوب باشه که من اینجا براتون تعریف بکنم. من میخواییم برای از دختر بگویم تو در کانادا هستی و خارج از افغانستان. هیچ مشکلی نیست. هر چی بوده هر چی شده و در افغانستان بوده و مانده. تو زمان جوانی بوده یک مرد در جوانیش یا یک بچه در جوانیش هر کار میکنه. حالا چی میشه که یک دختر در جوانیش کار کرده که حالا تو خود قدر گناهکار
و ای قدر خود خراب یا بیکاره یا بدکاره قبول کرده که من چرا ای تو دختر بد هستم. تو دختر بد نیستی دختر، کارایی که امرای تو شده خوب، شاید او دور و زمانه سادگی بوده، چند سال پیش تو هم ساده بوده نمیفهمیده، یا سرشوخ بوده یا بسیار دختری خوشگذران بوده، به گفته خودت هر چی بوده گذشته. در کانادا امریکا اگر دختر تا سنی مثلا 18 سالگی با هیچ کسی نبوده باشه، روانشناس ازش پرسان میکنه که تو با کسی بوده تا حالی میگه نی، میگه تو مریض هستی. اینا قسم رفت این مردم یک قسم میفهمن در باره دختر، میگه تو مریض هستی، چطور یک دختر تا سنی 18 سالگی را با هیچ بچه با هیچ مردی نبوده، این مریض هستم. ولی در ملک ما میگه اگر تو 50 ساله هم بودی باید اونمو دختریت یا مباکرگیت باشه. میتونی با مادرت بگویی که من مادر جان من دختر نیستم. در زنی بیادرت میگی بگو، نمیگیم من شوی نمیکنم. اولی که او شوهری که تو میگه بچه مامایم قیدگیر است روی تو هست و تو هست، بهتر است که از امیالی برای اونا نبگویی، چون اگر او تو فامیلا را کتش وصلت بکنی دختر، من مطمئن هستم که زندگیت به نابودی کشانده میشه، چون فامیلی که در کانادا باشه و قدر مقید باشه که باید چادر یک قسم باشه و یا پیرن یک قسم باشه و یا باید دختر روی لوش بیرون نره و دختر باید تا میتانه دراز بپوشه، که همچین چیزایی را گفتم، او چی بهتر که از امیال بگویی من آرسی نمی کنم. شوی تو از تو خورد است، میگی جسته و ایکلش هم خورد است، خودش هم لاغر است، کارم نمی کنه او رو خویش. من از امیال میگم نگیر، او شوی نیست، تو رو برای نوکری زنی مامایت میگیرم، تو رو نوکر میبرم. او در افغانستان بود که دختر در هر رقم بود دخترها رو می بردن و در خانهشان خب خوشو یک شوی بود، خسور یک شوی بود، ننو یه بر، عمه خوشو، خاله خوشو، کاکا خسور، ماما خسور، کلشان هر کدومشان در رقم خودشان یک شوی بودن. کانادا و امریکا اگر تو بخوای با همچین مردی زندگی بکنی مجبور میشه که تو از او طلاق بگیری. چرا که خب اولی که تو گفته که من در جوانی های می کارا را کردم، در جوانی هم خویال هم جوان هستن، در بچگی های می کارا را کردم. خب تو در بچگی تر کاری کردی، اون مال بچگیت بوده، تو هیچ گناهی نکردی، تو وقت یک طفل بودی. بعد نمه اینا از تو اگر پرسان کنه که ایره تو در کجا قسمی شده، تو بگو یا بچه کاکایم، برو دیگه خلاص است. زن مامای تو با او اخلاق و رفتار و با او مذهبی بودنش تمام دنیا را پر میکنه، زنگ میزنه اول افغانستان، زنگ میزنه عربستان، زنگ میزنه پاکستان، زنگ میزنه دبی، زنگ میزنه قطر، زنگ میزنه هر جای دنیا که اینا رگ و ریشه داشته باشه، زنگ میزنه که عروسی من بیوه بود. ما قبلنا شنیده بودیم که زنی که شوش میموره خودش هم پیر است و یک درجن بچه میمانه، در او میگفتن زنی فلانی بیوه شد، یا اگه دخترم نباشه میگه بیوه است، طلاق بگیرم میگه بیوه است، اگه خودش شوش طلاق داده باشم میگه بیوه است. خب مردمی ما فکر و ذکرشان در سر زن است. تمام دین اسلام در افغانستان سر زن تطبیق شده، کلتان میفهمین ولی خیلی هایتان چشمتان رو پود میگیرین و هیچ چیز نمیگین، همه تو تیر میشه. کلتان میفهمین زن باید چادر بپوشه، زن باید دختر باشه، زن باید بویفرند نداشته باشه، زن باید یک شوی کنه، زن باید از خانه نبرایه، زن باید حجاب کنه، زن باید نیتو کنه، زن باید یک مولا یا یک چولا یا یک پولا نگفته تا حالا، یک مرد باید با ایجاب باشه، یک مرد باید پاک باشه، یک مرد باید کثیف نباشه، یک مرد باید مردار نباشه، یک مرد باید زنک باز نباشه، یک مرد باید مرد باشه، مردیش از بین نرفته باشه، یک مرد بچه باز نباشه. هیچ کسی نگفته، چون میگه دین اسلام فقط زن گفته، مرد گفته تو آزاد هستی چون تو نرسی. اینا را چرا میگم عزیزان؟ در این باره ها وقتی که میشنوم دلم بسیار درد میکنم.
دختری افغان در کانادا زندگی میکنن چند سالی هست، ولی از این بابت میگه شب و روز خوابم از بین رفته. چرا؟ به خاطر که اینا از بس که ادمی کانادا و امریکا در بغل گوش اینا میخونه که تو دختر هستی، تو دختر هستی، تو دختر هستی. مادر و پدرش، کاکایش، مامایش، خالهش میشینه قصه میکنه اونو فلانی دختر نبود، این دختر بدنش میلرزه، اونو فلانی بیوه هستن، این دختر میلرزه. خدای مام که متاسلم چی کنم؟ به همون خاطر من از بس که دلم درد میکنم میگم چرا در دین اسلام مرد قدر آزاد است و زن قدر قید؟ چرا؟ امیر بر من بگو این چرا؟ چون اینا زن برای بردگی میخواید، اینا زن برای نوکری، زن برای از این نمیخواید. شما الان در جای دنیا هستید، دمی خارج، دمی امریکا، اگه کسی درباره کدام دکتری پیدا شود که بگوی ها من دختره میبینم یا نمیبینم یا من باکرگیشم، و خدا یک مجازات سنگین داره که خدا میفهمه. در کشور ما هر قابله درباره دخترای دختر است یا دختر نیست میفهمم، چون هر کاری که شدم کشیدم برای پیش قابله. ببین دختر است یا نه، ببین دختر است یا نه، بسیار یک نام بد است، بسیار یک کار بد است. خب من از مردای افغان گله نیست، چون اینا هم تو کلان شدن، اینا هم تو یاد گرفتن، تمام فکر و ذکر اینا اونم دختر بودن زن هستن. اخلاق دختر اینا هیچ وقت فکر نمیکنه. اخلاق چیه؟ نمی خوشخوی، با تربیه، میگم غول باشه، گاو باشه، کور باشه، کر باشه، مقصد دختر باشه. خود اینا چی هست دیگه؟ شما حساب کنین، دور از خوبایشان باشن. مردی که همچین فکر داشته باشه، خود اون مرد چی هست؟ چی خیال میکنین؟ تمامی فکرش ذکر او در خشتکش هست. او در یک زن با عنوان یک وسیله جنسی طرفی او زن میبینه، او زن زن نمیبینه. زن اگر زن باشه، کس طرف یک زن اگر مثل زن ببینه یک مرد، حالا چرا که فوکس میکنین روی هم دختر بودن او، باکره بودن او، که باید باکره باشه، باید با کسی نبوده باشه، و با هر کسی بوده خوب یه زن از تو هسته دیگه، پیش تو هسته. خواستم امروز برای از این دختر بگویم نه بترس، نه بلرز. اگر میفهمی که فامیل تو اگر این گبا بفهمه مادر تو دیوانگی میکنه، پدر تو لدوکوب میکنه، تو رو فعلا فورا از این خانه برو بیرون. در سنی بلوغ رسیده میتانی بوری از دولت کمک بگیری، میتانی بوری در یک جایی برای خود خانه بگیری، اتاق بگیری، خانه ریلک کن، ولی با این ازدواج تن ندی. با یک کانادایی آروسی کن، با یک پاکستانی، هندی، ایرانی آروسی کن، ولی با هی قسم که تو میگی محسوم با افغان آروسی نکن. اگر با افغانی هم خواسته آروسی کنی، پیش از این براش بگو من دختر نیستم. چرا؟ با تو چه؟ دختر نیستم. اگر چرا آورد و با کی بودی و با کی نبودی، قید او را بزن، با وارسی نکن. مردی که از شما پرسام کرد که اولین بار با کی بودی، بگو با تو چه؟ من از تو پرسیدم تو اولین بار با کی بودی؟ دختر را جرأت یاد بگیرین، غیرت یاد بگیرین، نگفتن یاد بگیرین. وقتی یک مرد از تو میپرسه پیش از من چند تا بویفرند داشته، خود تو رو چی؟ فعلا خود تو هستی. پیش از من با کدام مردی بودی؟ خب شاید بودیم، با تو چی؟ نه ترس که این میره دیگه کسی پیدا نمیشه، ترس ده دلت را ندی که این میره دیگه ایش کس نیست. خب نباشه، این شوی نکو. مگم شوی چی هستم؟ عزیزان دل، خواهرای عزیز، محترم من، دی باره در برادرها را نمیگم چون میفهمم که حالا این گبه که من این روز زدم بسیار مردای افغان در سرش بد میخورم. یک دختر اگه دختر نباشه، خدای تو بایی داده، خود باخته، خود نمیفهم. اینا که خودشان 24 سال باختگیستن، اینا را کس نمیگم. به خدا اگه یک مرد اگه باشه 8 نفر رابطه زیادتر نداشته باشه، همون زمانای جوانیشان بود، داشتن البته بودن، ولی در خودشان هیچ چیز نمیگن. مگم خب ما مرد هستیم، خداوند مرد هست، اینا خداوند میگه مرد هست. اون رو کی دیدن که او مرد هست یا زن هست؟
خب عزیزان دل، در کامنت نوشته کنید که دختر چی کنم. من امروز خواستم داستان از این جدید بود، چند وقتی است، تقریبا یک 10-15 روزی است که در دستم رسیده، ولی دایم بر من پیام میداد که خاله سارا زودتر میره نشر کن، مرا کمک کن که من نمیخوایم با می بچه مامایم نکاح کنم. من اگر شما راهنمایی کنید شاید یک کمک شوا بر من. شما هم در کامنت نوشته کنید عزیزان دل نظریات خودتان را که دختر چی کنه و چی نکنه. امیدوار هستم نظریات عاقلانه نوشته کنید. ای که دختر کجای قسم است و دختر کجای قسم نیست، ده هیچ کسی مربوط نیست. آیا دختری هزاره خراب بود، یا دختری پشتون خراب بود، یا زنی ازبک خراب بود، یا زنی تاجیک خراب بود، یا زنی ترکمن خراب بود، ده هیچ کسی مربوط نیست. الهی درد و بلای یکی دیگر در سر خودتان نزنین. هم کسایی که همی گبار همی زنن همیشم یعیم الهی خودتان هم جگرخون نکنید کس دیگر. من خود قصه تان نیستم. خداوند یار و نگهدار شما تا برنامه آینده که بازم با شما باشم. شما را به خداوند پاک و یکتا می سپارم. خداوند یار و مددگاری همه شما.